نور اکشن صدا فلان بیسار اینا آقا ستا خلوت کن ستا خلوت کن <applause> دیوونه شدم باشه این یه نفری خب. <applause> خب بریم نور صدا اکشن برو بریم گو یا <applause> yeah! سلام رفقای جان آقا به رو به شمای نوزده اگر اشتباه نکرده باشم البته خوش اومدین این سومین پرسش و پاسخه سومین کیو ان ای که در خدمتتونم انقدر گفتم سوالای تکراری نپرسین سوالای خصوصی نپرسین بابا وقتی سوال میپرسین به این قبلی‌ها رو اصلا ببینین تو رو قرآن یه ذره وقت بذارین که سوالای تکراری نپرسین ولی انصافا این بار خیلی زیاد پرسیدین سوال پرسیدین حدود 467 تا سوال داشت حالا این 467 تا سوال نه 467 تا ریپلای داشتیم که حدود مثلا یه تعداد زیادیش سوال نبود و کلی کامپلیمنت و آقا دمت گرم و چقدر دوست داریم و بوس به کله همتون مرسی که اینقدر باحالین اینقدر خوبی اینقدر خفنین یه مقدار خیلی زیادیش از اینا بود و طبق معمول آقا یک عالم سوال در رابطه با شبنم و همسر صابرم در حقیقت و کلی هم سوال تکراری و سوال خصوصی خیلی, خیلی خیلی خصوصی پرسیدین خیلی خصوصی دیگه نگم براتون چرا خصوصی اصلا نمیشه نمیشه خون نمیشه جواب داد ولی حالا بریم بریم من همه سوالا رو اینجا ازشون اسکرین گرفتم و میپرسیم مثلا مریم کیامرا مریم که در حقیقت همکار منه نوشته آقای پیکاسو کی پولدار میشیم زود مریم جان زود زود زود, زود پولدار میشیم دوباره طبق معمول دلیل جداییتون از همسرتون چیه آقا چرا دنبال دلیل میگردین دیگه اینکه دیگه چقدر باید در این رابطه واقعا صحبت بکنیم دو نفر آدم عاشق میشن تصمیم میگیرن که با هم ازدواج بکنن و بعد از یک زمانی هم ممکنه که ببینن دیگه ادامه این راه میسر نیست راست بهتون میگم دیگه ادامه این راه میسر نبود و ما به اختلاف نظر خوردیم و قطعا این مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورد هم درش دخیل بود ولی کن همه رو گردن اون نمیدازیم خودمونم بالاخره ایراداتی داشتیم حتما منم ایراداتی داشتم چه بسا نم داشته خلاصه در این رابطه رابطه بچه ها خیلی چیز سختیه یعنی اینطور نیست که آدم به یک نفری رو ببینه ازش خوشش بیاد عاشقش بشه و بعد یک رابطه ای رو شروع بکنه و این رابطه تا آخر همینجوری بره یعنی از همون ابتدا که یک رابطه شروع میشه این رابطه در حال خراب شدن دوتا آدمی که هر کدوم یک مسیر داشتن میرفتن اگر بخوان در کنار هم راه برن اینا رو باید در کنار هم نگه داشت رابطه نیاز به رسیدگی داره رابطه نیاز به پیرایش داره نیاز به آرایش داره نیاز به رسیدگی داره و اگر ازش قافل شید رابطه خراب میشه هر چقدر هم که عاشق باشید رابطه خراب میشه هر چقدر هم که آدمای خوبی باشید اگر به رابطه نرسید خراب میشه و من فکر میکنم که این اتفاقاتی که برای ما افتاد خب یک مقداری ما رو از این رابطه قافل کرد هم من رو و هم شبنم رو خب دیگه سخت شد دیگه شرایط زندگیمون یه مقداری ولی راستش بتون بگم الان همه چیز خوبه همه چیز عالیه خوشحالیم و اینقدرم خواهش میکنم دیگه نپردازیم به این موضوع دیگه یعنی تا کی میخواین در این رابطه صحبت بکنین و سوال بپرسین و اینا مهم اینه که بچه ها حالشون خوبه من حالم خوبه شب حالش خوبه و زندگیم در جریان بعضی هم که اصلا معلوم نیست تا حالا کجا بودن مثلا میگه شما دیگه با نعنا زندگی نمیکنین مثلا اکسکیوز می یو بین دوباره میگه که لطفا بگید چرا جدا شدین و شما الگوی من بودین حتی شده خصوصی هم جواب بدین لطفا یعنی این میزان از کنجکاوی خیلی عجیبه دیگه آدم نمیپرسه بچه ها از یک زوج که چرا از هم جدا شدن دلایل خصوصی خودشون رو ممکن داشته باشن هزاران موضوع مهمی ممکنه باشه که اصلا به ما مربوط نمیشه و اینکه شما ما رو الگو قرار دادین یه موضوعی که من همیشه گفتم یه نفر دیگه نوشته بود شما یکی از دیگه دوستان نوشته بود که دخترم عاشق شما و همسرتون بر رابطه شما بود و از وقتی که جدا شدین میگه دیگه ازدواج نمیکنه به نظر من کار خوبی میکنه یعنی اگر دلیل شما برای ازدواج کردن دیدن یک زوجیه که به نظرتون گوگولی هن خب این دلیل کافی نیست و ازدواج نکنین شما باید برای دلایل خیلی مهمتر و, مهمتر و محکمتری ازدواج بکنین به خدا یعنی ببینید که اون شخص رو پیدا بکنین ببینید دلتون میخواد به اون پیرشین ببینید. میخواید با او باشید در کنارش باشید این باید دلایلتون باشه نه اینکه مثلا این دو گوگلی مگولی ان چرا منم یکی پیدا کنم مثل اینا بال بشم نمیشه نه اینجوری نیست یعنی این اشتباهه در رابطه با الگو قرار دادنم که من همیشه گفتم آقا من یه سری کارهای با رو و باحالی ممکنه بکنم که میشه ازش الگو برداری کرد ولی من به هیچ وجه الگو نیستم که من رو الگوی خودتون قرار بدین به خاطر اینکه من خودم یک عالمه باگ دارم یک عالمه ارور دارم من یک عالمه ارور دارم که خودم در جریانشم حالا اونایی که خودم نمیدونم که هیچی آقا لطفا از من الگو برداری نکنیم یکی از رفقا نوشته که ببخشید من فکر میکنم دلوان رو خیلی لوس کردین. تکلمش مثل دو ساله هاست حرکاتش هم همینطور چرا غذا رو میذارید توی دهانش ارز کنم که حالا اینکه شما فکر میکنید من دلوان لوس کردم ممکنه مثلا شما اینجوری فکر کنید نمیدونم شوهرم کرده باشم ولی یه مسئله یه که کاملا به من مربوطه دیگه نه به شما یعنی اصلا آدم،, آدم تو این زمینه معمولا توی تربیت دیگران دخالت نمیکنه ولی اینکه تکلمش مثل بچه دو سال است که نمیدونم من اینطور فکر نمیکنم ولی خیلی طبیعیه که بچه هایی که چند زبان بزرگ میشن یک کمی دیرتر زبون باز میکنند گویش بعضی از کلماتشون سختره تصور بکنید دیگه شما فولی متمرکز میشین روی دونه زبون یا متمرکز میشین رو دو تا زبون خب طولانیتر میشه یا متمرکز میشین رو سه تا زبون خب خیلی حتی طولانی تر میشه کیسی که در رابطه با مثلا بچه های ماست ولی در نهایت یک مقدار دیرترم هم حتی اگر کاملا به صحبت کردن بیفتن ولی نتیجه بهتری خواهد داشت دیگه یعنی سه زبون دیگه دو زبون صحبت میکنن و در رابطه با لوس کردنش هم که این دیگه بسپرش به من دیگه شما قصه نخور بچه هاتم لوس نکن آه چقدر متاسف هم اتوانم بچه زندگی سختی دارن سختی چرا غذا دانش میذارم؟ خودش غذا میخوره معمولا ولی چون من دلوان زیاد نمیبینم دوست دارم دنش بذارم و یه ارتباط خیلی خوبی هم با هم میگیریم مضاف بر اینکه وقتی که اینجا روی مبل غذا میخوره توی اتاق خیلی میریزه بعد میشینه میریزه او بعدا میشینه روش و همه جا میماله و اینا من برای اینکه خودم رو از تمیز کردن بعدش هم نجات بدم یکی از موتیوام یکی دیگه از موتیوام اینه که عشق میکنم باهاش دوست دارم غذا دانش بذارم و اگرم قرار این غذا گذاشتن باعث لوس شدنش بشه بذار لوسش واسه بچه‌ها بعد لوس کرد بچه‌ها فقط فرمان روایی کنن عشق کنن عشق ببینن حال کنن وقت شاید شاید دختر من خیلی خوششانس نباشه رفیق و بعد گیر پسر تو بیفته و اینطوری که به نظر میاد تو بچه ها تو لوس نمی کنی. فکر می کنم احتمالا کم بهشون عشق می برزی. و اینجور بچه ها ممکنه که یه مقداری خوشکتر باشن وقتی بزرگ میشن یه کمی ابراز احساساتشون کمتر باشه و مثلا اگه بچه من مثلا دلوان گذر زندگیش به پسر تو بیفته پسر حداقل به اندازه کافی عشق کشیده باشه که اگر پسر تو نتونست به اندازه کافی بهش عشق بورزی یا حداقل بهش نشون بده خیلی اون موقع کمبود چیزی نداشته باشه دیگه ناراحت نباشه به اندازه کافی سمش از عشق گرفته باشه یک بخونم دیگه میگه شده با هم جنس رابطه جنسی راستش رابطه جنسی که یعنی بدم بکنم نه ولی تلاش براش کردم آره بلاز این که من از یه زمانی متوجه شدم که دنیا انقدر کوتاه عمر عمر ما دنیا که نه عمر ما انقدر کوتاه و ما اومدیم اینجا که منتفع بشیم از این جهان و من به هیچ وجه برای لذت بردن از زندگی خودم رو محدود نمی کنم اگر واقعا از داشتن رابطه جنسی یا اروتیک یا رومانتیک با آقایون لذت می بردم حتما این کارو می کردم رگارد این حرفایی که می و این موضوعاتی که هست اینا. بعد اوه. اگرم خدا از ازم از از ناراحت میشد جوابشو بهش میدم یا باشون اونجا نگوشید میکنم اگرم نقضی رفت که حالا میزنه یه نیم سوزی چیزی اون میذاره کنار ولی حالا تلاش کردم این نه اینکه تلاش کردم که یه نفر رو بکنم یا به یکی بدم مثلا اینجوری نه ولی داشتم آدمایی که اطرافم بودن و بعد مثلا یه سری آدمای همجنسگرایی که مثلا من به علاقه کردن و من هر چی با خودم به خودم رجوع کردم هر تا شانس دادم به خودم اینا دیدم که نه همچین اصلا برام جذاب یعنی اون اون حسه به وجود نمیاد اون حسه به وجود نمیاد یه بارم یه آقای همجنسگرایی که خیلی من به علاقه میکرد یهو فکر کرد که مثلا از این فازای رومانتیک برداشت منو کورنر کرد یو چستون به دیوار مثلا منو بوسید خوب نبود خوب نبود و عکس عمل خوبی هم از من نگرفت و خودش هم سری سری متوجه حالا شاید ترسید که مثلا چون کارش خیلی خیلی کار حرکت زشت تخمی بود و من از ترس اینکه کتک نخوره مثلا یو گفت او من میخوام نه اصلا خوب نبود یا این یا اینکه نخورش واقعا حس کرد ولی در حال هیچ حس خاصی نداشت من هموفوبیکم هم به هیچ وجه نیستم و هیچ مثلا چیزی هم نسبت بهش ندارم که مثلا اگر هم مثلا حس خوبی بهش ندارم به لحاظ اینکه این گرایش و کشش در من نیست اینو که نه ولی اگر بود دوتاش حتما امتحان میکردم آره آره البته که در نهایت اگر از در من بود شاید من در نهایت بایسکشوال میشدم برای اینکه من به خانم ها خیلی علاقه دارم من اینقدر از خانم خوشم میاد که فکر میکنم اگر دختر میشدم حتما می میشدم می در این حد من از خانم خوشم میاد ولی حالا اینم وقتی میگم بعضیا میگن نه بی خود میگی چون که زن نیستی اگر بودی شاید نظر فرق کرد کلا نه هم رابطه جنسی با هیچ آقایی تا نداشتم ولی میگم به لحاظ اینه که کلا گرایش و کشش در من نبوده میگه با کسی که رهامون کرده چیکار کنیم رهاش کنیم کسی که رهامون کرده بعد رهاش کنیم کسی که رهامون کرده اگر دنبالش بوده یعنی خیلی واضحه به خدا بچه ها. کسی که رهامون کرده ول کرده دیگه رها کرده دیگه میخوای چیکار بکنی این گریپ باز شده بذار یه جوری بد نشون بدم من اینو گرفتم و حالا رهاش کردم دیگه چجوری میخوایی اینو بذاری کف دست من وقتی رهات کردم رهات کردم در نهایت این اتفاق فقط زمانی میفته که من دوباره این رو بخوام بگیرم و این نمیتونه هیچ کاری بکنه که من دوباره بگیرمش من خودم باید بخوام اینه که کسی که رهاتون کرده رهاش کنی بهترین کار رهاش کنی این, این خیلی خیلی قدیمیه ولی همیشه میگن اگر کسی رو دوست داری و رفت رهاش کن اگر مال تو باشه برمیگرده و با این خیلی به نظر من درسته این آدم خودش باشه خودش رو دوست داشته باشه آدمی که خودش رو دوست داره وقتی رها شد التماس نمیکنه برای دوباره در آغوش گرفته شدن اگر رهاتون کرده رهاش کنید احترام بذارید به انتخابش شاید یه زمانی دوباره داشت و حالا اگر برگشت ببینید که شما میخواهید نه حالا بحثش جداست دوباره در رابطه با تمایلات گرایانه که خب چی؟ رل زدین یعنی آیا دوست دختر دارم در حال حاضر ثابت نه ندارم دوست دختر ندارم رل نزدم ولی شروع کردم خانم های دیرو دیدن دیت کردن و عرض کنم که برگشم به زندگی یعنی زندگی مثل آدم مجرد فعال با خانمه مختلف بیرون رفتم میرم دیت میکنم و همه چیزم عالیه و پیچ آپشنی هم بر راستش رو بهتون بگم فکر میکنم که یک مقداری زود الان اگر بخوام مثلا به یک رابطه جدی تعهد آور فکر بکنم به خاطر اینکه خب از یک رابطه بسیار طولانی بیرون اومدم و الان اصلا نمیدونم کجام چی میخوام دقیقا ام... نمیگم هیچ وقت و نمیگم حتما آره اگرچه اخیرا مثلا با کاراکترهای آشنا دارم میشم حالا پرسایسلی نمیخوام درباره چیز صحبت بکنم که مثلا به نظرم میاد که واو اینا مثلا میتونن کندیدای خیلی خوبی هم باشن برای یک رابطه و اینا دارم فکر میکنم بهش حالی در حال حاضر یک رابطه به اون کیفیت رو نه شروع نکردم آیا هرگز شروع بکنم احتمالش هست ولی نمیدونم کی چجوری اینا و نه هیچ وقت میگم حتما آره نه قویان میگم نه و ولی به نظرم میاد که یه زمانی وارد رابطه خواهم شد قضیه لاک های دستتون چیه؟ اینو که براتون صد بار تعریف کردم دیگه براتون توضیح دادم یک تمرین اجتماعیه راست بهتون میگم یک روزی با راوی در لایف صحبت میکردیم و خواستیم که این کلیشه های اجتماعی رو بشکنیم یک حرکت تبوشکنیه یعنی من همچنان آنچنان علاقه به لاک ندارم ولی گهگوداری میزنم چرا فقط دو انگشت هم میزنم چون سخته خیلی سخته یعنی همین هم اگر نزدیک نگاه کنین انقدر رفتم روی این ناخونم و نمیدونم حالا مثلا میتونم بهتون چقدر میتونم حالا بیارم نزدیک ولی اگر این بنزه کافی بیاد نزدیک اگر ببینین نمیدونم مشخصی یا نه مثلا خیلی هم تر تمیز بلد نیستم بزنم و سخته اینو که همین به همین دوتا بسنده میکنم دو تا این دست و دو تا این دست که هم لاک داشته باشم و همین که نباشه نشینم همه رو مثلا دونه دونه بزنم و اینا و یه استایلی هم شده برای خودش که حالا این استایل کم کم انگار داره به, به میشینه رو میدونین داره خوشم میاد ولی کن شروعش به خاطر همین بود شروعش فقط صرفا به خاطر این بود که بگم آقا این کلیشه های مثلا بیخود اجتماعی رو باید دور ریخت اینکه مردها لاک نمیزنن نمیدونم زنها فلان کار نمی‌کنن، نمی کنن چه میدونم چه می یعنی میدونی چه میخوام می بگم اینجوری این چرا مردای های لایک لاک بزنن و بعد هر مردی هم که لاک میزنه لزوما کویر نیست هم جنسگرا نیست من یک آدم دیگر جنسگرام که دارم لاک میزنم و میبینید که هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده کل هدف من این بوده که این رو نشون بدم به نظرم اوکی؟ الان کم 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 دارم فاضش هم میگیرم باز باز هم با بهتون میگم بازم در رابطه با مریم میپرسین و مریم در حقیقت هم الان دوست خیلی خوب منه و هم اینکه با من همکاره و حالا اگر زیادم دیده میشه در کنار من و اینا صرفا به خاطر دوستیمونه و همکاریم اینکه حالا دوباره خیلی از آدما هی فکر میکنن که نمیدونم زنم و به هم دوست نمیتونم بشن اگر بشه حتما یه اتفاق میفته و اینا بعد من که چیزی برای قایم کردن ندارم یعنی من همیشه همه چیز روه دیگه اینو که همیشه بهتون گفتم مریم برای من فقط یک دوست خوبه و همکاره و خیلی هم دوست عزیزیه یعنی واقعا بسیار بسیار وجودش در زندگی من باعث برکت و کمک و باحاله یعنی همیشه که هر وقت که به دوست خوب نیاز دارم هست خیلی خیلی باحال دیگه خیلی باحال ای کاش دوست خوب مثل مریم همتون داشته باشیم دوباره در رابطه با اینکه بعد از شبنم با کسی رابطه عاطفی برقرار خواهم کرد نه خب آره معلومه دیگه همین زندگی دیگه یعنی همین آدم قط میشه وصل میشه فارغ میشه عاشق میشه میره میاد رابطه یعنی این 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 اصاز زندگی اصلا این شکلی هست خیلی واضحه دیگه به خدا. آیا بچه ها با این وضعیت کنار اومدن؟ به نظرم آره یعنی اولش هم ما یه مداری هنوز چیز بودیم سکپتیک بودیم که چی شد بالاخره اوم... کنار میان یا نه چون در ابتدا که ب... به ظاهر خیلی خوب کنار اومده بودن ولی که همیشه ما مواظب بودیم ببینیم که چه اتفاق میفته و هنوز هم خیلی زوده که مثلا بگیم که کامل این رو پذیرفتن و اینا ولی به نظر میاد که خوب پذیرفتن به خاطر اینکه در هر دو خونه صلح برقراره حتی زمانی که مثلا ما با هم اختلاف هم داشتیم با صلح برقرار بود بچه ها استرس ندیدن دعوا ندیدن و هنوز منو شبنم با احترام با هم رفتار میکنیم هم دیگر رو میبینیم در حضور بچه ها و از هم به نیکی یاد میکنیم مشکلی نداریم با هم به همین خاطر بچه هم اوکی هم فقط در دو, دو خونه دارن دیگه و میدونن که نانا و دیگه در کنار هم زندگی نمیکنن و این دیگه الان خیلی از بچه های دیگه این شغالات رو دارن دیگه یعنی اینطور که روند جهان داره پیش میره من فکر میکنم که در حقیقت شاید یک زمانی اگر تغییر خاصی اتفاق نیفته و همینجوری دنیا بر جلو اصلا اکثر بچه ها به دمادرشون ازشون از هم جدا خواهند جد. شد به نظر میاد اینجوریه و ایرادی هم نداره راست میگم اگر همه چیز خوب مدیریت بشه اینه که نه تا اینجای کار که مشکلی به من نمیبینم همه چیز اوکی حالا اگر باشه چون ما جفتمونم خیلی مراقبیم و اگر باشه حتما با هم در میون میذاریم و اینها و با... نه اوکی ها. اوکی ها. هم هم اینجا خوبه ها. هم خونه شبنم خوبه ها. اوکی ها. بچه ها میگه چقدر پول بیارم تا بتونم یه خونه مثل شما تو یک محله مثل محله شما در ترکیه بخرم بچا در ترکیه ملک خیلی گرون شده خیلی خیلی گرون شده و حالا این خونه که من نخریدم ولی مثلا یک خونه ای رو اگر بخواین بخرین این خونه خونه قدیمیه و اصطلاح بهش نورمال آپارتمان میگن یعنی در این کامپلکس ها و این مثلا مجتمع های بزرگ که استخت دارن فلان دارن باشگاه دارن نگهبان دارن اینا نیست یه ای خونه ای آپارتمان معمولیه ولی توی این محله مثلا حداقل 600 700 هزار دلاره این خونه ای که مثلا فکر می کنم 20 سال ساخته اگر این خونه مثلا در همین مناطق در یکی از این مثلا مجتمعی لوکس بود چاید یک میلیون دلار بود کلا خونه گرون شدیم دولار. البته هنوز به گرونی تهران نیست ولی خونه کلا گرون شده دیگه اینجا گرون شد یکی نشه میدونم همسنیم ولی خودت خودت رو چند ساله حس میکنی از اون سوال که بهش خیلی چیز نمی کنم یعنی دقیقا اینکه که چند ساله خودم رو فرض میکنم قطعا خودم رو 45 ساله فرض میکنم قطعا 45 ساله که به میشم 46 ولی حد چون 46 45 ساله هستم داداش دیگه خودم اون چجوری کمتر فرض بکنم یا بیشتر فرض بکنم ولی یه مدتی توی این دو سال اخیر خیلی چیز شده بودم گرفتار مثلا بحران میان سالی شده بودم با شما در صحبت کردم ولی الان اوکی من الان دیگه دارم میپذیرم الان پذیرفتم حالا میدونم که آقا چون 45 سالمه قطعا بیش از نصف زندگیمون رو گذروندم و الان خیلی به کیفیت فکر میکنم یعنی الان برام وقت ارزش بیشتری داره الان مثلا تلاش میکنم که حتی بیش از بیش از زندگی منتفع بشم بیشتر از زندگیم چیزی یاد بگیرم بفهمم یه کاری بکنم لذت ببرم الان مثلا یک ساعت برای من خیلی محترم تره تو یک ساعت ده سال پیش یا بیست سال پیش این کسی میکنم چند سال, میکنم. آدمی سال هم میفهمم یادم چلو پنج سال ولی آدم پنج سال فیدم که از خیلی از آدم های احتمالا فیتترم ترم خاطر اینکه ورزش میکردم به سر وزنم تا اونجا که بشه میرسم و میدونم که همه اون پیر میشیم مشکلی هم باش ندارم ولی هیچ عجله هم ندارم اینه که تلاش میکنم این پروسه پیر شدن رو هر شب بتونم به تفیق بندازم بیشترش هم با فعالیت های فیزیکی و ورزشی و با خندیدن و حال کردن و لذت بودن از زندگی و این حرف سگ گرفتم نه اون سگی که توی عکس میبینین تو اون عکسی که در آخرین پستم بود سگ یکی از دوستامونه به نام تریسی گلدنه، خیلی گوگولی بود خیلی یعنی من برای اولین بار بود که مثلا یه گلدن بزرگ اینجوری رو بغل میکردم و باش معاشرت میکردم و بعد الان فهمیدم که چقدر این سگا سگ خانه بدن. خیلی خفن دوست داشتنی بود قشنگ میشد چه سوی بچلون خوشم خیلی علاقه داشت و اینا خیلی ترسو بود یعنی از این سگای مثلا اینجوری بکنه نبود مثلا از مثلا براش دو بار تو بار توپ انداخیم دم گیاها دوید به برگای درخته که رسید یعنی به برگای گل اون که رسید ترسید اومد و نمی رفت سمتش خیلی مثلا همچین رقیق الحال و اینا بود ولی اینکه من بخوام سگ بیارم و اینا اصلا خیلی خیلی احساس مسئولیت داره مسئولیت داره اصلا اساسا خیلی سخته سگ داشتن سخته تو فکر یه گربه تو فکر یه گربه و میارم یه گربه میگیرم حالا همین همین روزای گربه میگیرم میگه زن تو چیکار کردی اینی که اینو نوشته خودش خانومه و این چرا این ادبیات درستی نیست زنم زنمو چیکار کردم یعنی این چی مثلا این چی بغلم مثلا <applause> چه ادبیاتیه واقعا چرا کلاس آنلاین نمیذارم کلاس آنلاین بهش فکر کردم چند تا دلیل داره یکی از دلایلش اینه که آقا وقتی من میخوام ورزش بکنیم نمیدونم من باید باشم بالا سرتون اگه من میخوام با کسی تمرین بکنم باید بالا سرش باشم بیستم ببینمش که و حرکت اشتباهی نزنه ببینم چجوری داره این روی بدنش ریسپوند میکنه جواب میده نمیده چه شکلیه در چه حالیه مثلا یک کلاس آنلاین بذارم صد نفر آدم بیان مثلا بعد من بالا پایین بپرم نمیتونم که نمیدونم داریم چی کار میکنیم برای یک نفر ممکنه خوب باشه یکی ممکنه این حرکت براش خیلی زیاد باشه یکی براش کم باشه به برای یکی یک بورینگ باشه برای یکی خیلی سخت باشه بعد اشتباه بزنی یا آسیبی ببینی یه دوری بشه خیلی نیستم این فازش رو ندارم اعلام کردم که اگر کسی میخواد که با من خصوصی تمرین کنه توی استانبول میتونیم با هم تمرین کنیم راستش بهتون میگم یک سه چهار نفری پرسیدن هزینه فکر می کنم براشون زیاد بود یه چند نفری هم که براشون هزینهش اوکی بود راهشون خیلی دور بود استانبول خیلی دوره دیگه و هنوز هنوز شاگرد نگرفتم شاگرد نگرفتم اینجوری فیس تو فیس بتونم باش تمرین بکنم اون مدلیه که من میتونم تمرین کنم آنلاین نیستم که مثلا بالا سرت باشم ببینم وضعیت رو مشاهده بکنم شرایط ببینم از تست بگیرم اینا اینه که فکر نکردم به کلاس آنلاین ولی اخیرا دارم فکر میکنم که برنامه بذاریم مثلا شاید یکی دو روز تو هفته جمعش شیم تو استانبول بیرونی ورش همگانی بکنیم این موضوعی که تو فکرمه خیلی جدی و فکر کنم که به زودی عملیش بکنم فقط هوایی داره میره رو سردی اینو نمیدونم چیکار بکنیم شاید باشم برای یک کمی هوا گرم‌تر شه شاید هم حالا بتون میگم دیگه خبرم قصد ازدواج نداریم این هم شبیه همون داستان رابطه هست دیگه راستش رو بهتون میگم ولی در رابطه با ازدواج یه ذره جدی تر فکر میکنم که ازدواج نمیکنم قصد ازدواج ندارم از اولم من یعنی قصد ازدواج من وقتی با یک نفر وارد رابطه بشم انگار که باش ازدواج کردم یعنی فرقی برای من نداره اگر وارد یک رابطه بشم با یک نفر من همه اون شرایطی که ازدواج باید داشته باشه از نظر من رو خواهد داشت دیگه فقط با ازدواج قانونم یه پاشو میاری میذاری وسط زندگی که من این کار دوست ندارم بکنم یعنی من خودم خودم هم حرفم حرفه و امیدوارم که حرف پارتنرم حرف باشه و خیلی علاقه ندارم قانون رو هم بیارم بشینم سر جلسه ولی کلا ندارم فاز ازدواج این اینو خیلی خیلی بعید میدارم که ازدواج بکنم ولی بازم you never, say never. چه میدون میگه با توجه به شرایط اقتصادی ترکیه شاید نمیان آلمان زندگی کنیم و کار کنیم اینم قبلا جواب دادم راستش من فاز آلمان رو دیگه ندارم دیگه فاز آلمان ندارم بچه ها و ترکیه رو خیلی دوست دارم ترکیه خیلی خوش میگذره به بچه هم خیلی خوش میگذره اینجا قشنگ داریم جا میفتیم جا افتادیم و آلمان آلمان دیگه اون آلمانی که من قبلا میشناختم نیست شرایطش سخته اینجا دوست دارم خیلی این گرمای اتمسفرش رو نه حالا اینکه حالا اینجا قطعا این کشور گرمتری هست که هیچی اینم دوست دارم ولی اجتماعش گرمتره حالا شاید به اون نظم و ترتیب و اینا نباشه ولی ارتباطات انسانی آدم ها قوی تره به ما شبیه ترن زندگی راحت ریتم آهسته تری داره برای من خیلی عالیه اینجا من اینجا رو واقعا دوست دارم اینه که نه دوست ندارم به آلمان اینجا خوبه آیا بچه بیشتری میخوام؟ نه آیا بچه دارم؟ نخواهم شد بازم هیچ وقت نمیگم نه ولی خیلی بعیده چون بچه نمیخوام بچه دارم دوتا بچه دارم دلیلی هم که بچه نمیخوام راستش من دیگه دینم رو به این دنیا ادا کردم دو تا بچه آوردم و تلاش میکنم که تا اونجایی که میتونم تربیت در تربیتشون مثلا نقش فعال داشته باشم های خوبی بار بیارم و اینا و نه قصد بچه آوردن جدید دوباره ندارم و فکر میکنم اگر بچه جدید بیاد مثلا میترسم این مقداری پیچیده بکنه رابطهش با رابطه با نیوان دلوان و اینا ولی بازم هیچ وقت نمیشه آدم بگه نه یعنی you never know دیگه نمیدونی ولی جدی این قصر رو ندارم جدی اینکه چرا اکثرا بچه ها رو شما نگهداری میکنی انگار بار مسئولیت زندگی بیشتر رو شماست به خدا که اینجوری نیست چرا اینو میگی بچه ها دو روز میام پیش من تو هفته یعنی پنج روز پیش شب نمت. تمام زحماتش هم گردن شب نمت. و دو روز فقط میام پیش من اونم تو آخر هفته ها میان حالا شما نمیدونم مثلا صفحه من رو فقط کم بینی دقت نمی کنی یا اینا ولی نه بچه ها دو روز فقط مسئلت شما منه به غیر از اون موقعی که مثلا یه مسافرتی رفته بودم که یک ماه با هم بودن که اونم دیگه خب نبود دیگه مادرشون دیگه ما مسافرت بچه پنج روز هفته اون دو روز هفته هم با منن و محصولاتشون هم همینجوری تقسیم شده دیگه نه اینجوری نیست که محصولاتش همش با من باشه در رابطه با این توده استخوانی که توی دندم بود که نمیدونم اینجا هنوز مشخصه یا نه اگه بتونم بتونشون فکر کنم یه بیرون بچه اینو خیلی جدی مثلا پیگیری کردم دوباره اسکن گرفتم و با چند متخصص صحبت کردم الان همشون قویا میگن که قطعا سرطان نیست خدا رو شکر ولی گفتن که فعلا نیازی به جراحی هم نداره یک متخصص آخر مونده که قرار شده بهم به وقت بده که برم و از نزدیکم معاینه بکنه و نظر آخر رو بهم به بده فقط گفتن که هر شش ماه یک بار باید یه نگاهی بهش بکنم یه معاینه ای بکنم اگر بزرگتر شد مشکلی ایجاد کرد برش داریم چون گفتن که تا الان کاری که اذیتت که نمیکنه به اون صورت خیلی هم تو چشم نمیزنه که مثلا حال زشت باشه یا اتفاقی بیفته چون بالاخره جراحی و جراحی هم پیش دیگه خودشو داره دیگه بخوام بردارن و دیگه حالا آیا این دنده ها دوباره بعدا به همون خوبی به هم بچسبن با توجه اینکه به من هیم ورزش میکنم و ضربه ممکنه بخوره اینا گفتن که فعلا شاید برش نداری فقط فقط یه ذره بیشتر حواسم باید بهش باشه ولی دمتون گرم که این, این خیلی برام من بود میگن نمیخوای شبنم رو دعوت کنی به رو به شما نه راستش نه قصدش ندارم و اصلا نمیدونم که اصلا کار جالب و چیزی هم نیست مثلا قبل دانا فکر میکردم که شاید مثلا یه روز این کار رو بکنم ولی الان بعید میدونم حالا مثلا شاید سالهای خیلی بعد مثلا ممکنه ولی در حال حاضر نه بنادارم اصلا شبنم همش تو س... توی سوشال میدیا هست و میتونید میتونم ببینیدش ها اینا قبل انا فکر میکردم شاید با باشه ولی الان نه میگه چطوری میشه بعد از جدایی بتونم با تنهایی کنار بیام راحت بپذیر. تنهایی رو بپذیرین بچه اون محارفه ها رو نگاه میکنین یا نه مثلا محارفه زندگی مجردی و متحلی خیلی خوب بود ما دو تا اپیزود هم داشتیم یه دونه خودمون منو راوی فقط داشتیم میدونم منو و راوی و خامدکتور با هم داشتیم که خیلی خوب بود ببین کنار اومدن با تنهایی اصلا کار سختی نیست یعنی آدم باید بتونه با خودش کنار بیاد دیگه حالا با خودت اگه بتونی کنار بیای در کنار پارتنرت میتونی تنها میتونی سخت نیست نه سخت بگیریم آدم ها معمولا وقتی با خودشون نمیتونن تنهایی کنار بیان شاید دلیلش اینه که یک قسمتی از وجودشون رو توی رابطه قبلی جا گذاشتن هنوز به دست نیوردنش هنوز نساختنش و الا تنهایی خیلی هم بالا حال میکنم تنها صبح که بلند میشم تنهام تا آخر شب و وقتم رو مثلا تقسیم کردم دوست خوب توی زندگی خیلی البته مهمه و حتما یعنی اگر آدم دوست نداشته باشه واقعا تنهایی میتونه دیوانه کننده هم باشه ولی دوست خوب اگر داشته باشین بتونید تقسیم بکنید مثلا موقعیت های مختلف زندگی رو زندگیتون باشون خیلی باحاله و کنار میاد هر چقدر که آدم مقاومت بکنه و نخواد بپذیره تنهایی رو نخواهی بپذیری خیلی سخت میشه ولی اگه بپذیریش شدنیه. عدنان کنی. به نظرم شدنی عدنا معارفه رو نگاه بهتون به میگه کجا فکر میکنی توی زندگی تا به امروز نزدیک بوده به گیواب کردن برسی کجا نزدیک بوده سقوط کنی آه. راحت هفش ده جا راحت راحت و این واقعا این چیزیه که من با تمام وجود بهش اعتقاد دارم و بر اساسش زندگی کردم و همیشه برای پیش اومده همیشه به مو رسیده هیچ وقت پاره نشده هیچ وقت هیچ وقت و همینجوری یعنی همیشه همین شکلی بوده الان همین شکلی هست یعنی تا نشده که مثلا به نزدیک سقوط بریزم و سقوط بکنم اگه سقوط کردم که الان دیگه اینجا نبودم دیگه ولی کم پیش نیومده بابا زندگی اینجوریه میکوبه آدم و قشنگ با زندگی میزنه یه موقعی هم میزنه که اصلا فکرشو نمیکنی یا بعدم میزنه ولی بعد دوباره خود زندگی هم جمعت میکنه به مو میرسه واقعا ولی پاره نمیشه آیا تو دورمی هایی که تو خونت هست جای شبنم رو خالی نیبینی؟ نه راستشو رو بهتون بگم نه به لحاظ اینکه خب شبنم دوستای خودش رو داره و دایره معاشرت خودش رو داره و ما دیگه جدا شدیم از هم دیگه یعنی قبلا قبلا من تصورم این بود که ما میتونیم مثلا بیشتر با هم رفت آمد داشته باشیم یعنی قبلا فکر میکردم که آره مثلا این شبنم راحت میتونه بیاد در دور همیای منم باشه من برم اون برای اینا ولی نه شدنی نیست عملی نبود عمل... نه اینکه هیچ کس نمیتونه برای ما عملی نبود اینه که نه یعنی الان اصلا کلا تو این محور آدم هایی که من باشون معاشرت میکنم و اینا خیلی اصلا فاز شبنم نیستن راستش بگم شبنم قطعا چیز خودش رو داره دیگه یعنی ما دیگه جدا شدیم ما دیگه جدا شدیم دو تا آدمی و از زندگی جدا می‌شیم و هیچ دلیلی هم نداره که این کارو بکنیم به غیر از اینکه فقط به پیچدگی های زندگی علکی اضافه بکنه و این برای ماها یعنی شما اگر یکم چنین دارین good for you. یا یعنی اینجوری نیست این یک نسخه که جهان شمول نیست برای همین ببندیم میگم قبلا وقتی ما جدا شدیم برنامه من لاغر اینجوری بود و فکر میکردم که قرار ما اینجوری زندگی بکنیم ولی متوجه شدم که نه این شدن عملی نیست اینجوری نیست اینو که نه حالا همه چیز اوکی دیگه یعنی زندگی خیلی هم باحال و به ترکیبش هم شده دست بزنیم یکی از بچه‌ها با نمیدونم بخونم سوال نوشته پیکاسو جان این نگاه هوشمندانه و عمیق نسبت به مسائل و مدیون چی هستید اول که اصلا یه همچین فکری در رابطه ما من میکنین که خیلی دمتون گم چون راستش من خودم همچین فکری نمیکنم <تصفح> چون خودم همچین فکری نمیکنم نمیدونم اصلا جواب بدم اینه که ولی ولی خوندم که بگم دمتون گم مرسی نه متشکرم در حقیقت به تعریفی هم از ما بود ولی جوابی براش ندارم چون راستش بهتون میگم خیلی هوشمندانه نیست یکی از بچه نوشته یه سوال دیگه هم بپرسم مثل یه خیلی سوال پرسیده باز شرمنده میپرسم و دوست نداشتین جواب ندیم درک میکنم شما الان روابط آزاد جنسی دارید روابط آزاد جنسی رو داداش برای ما تعریف میکنی یعنی روابط آزاد جنسی نمیفهم چی دقیقا من روابط جنسی دارم بره دارم آزاده آره دیگه یعنی نمیدونم مثل منظور رابطه آزاد جنسی یعنی نمیرم بیرون همینجوری بگم آی یالا بیاین اورجی بکنیم مثلا هر کی با هر کی و اینا اینجوری نه ولی چون آدم ها هم مثل همه آدم هم دیگه مثل همه آدم هایی که در یک رابطه تعهد آور نیستن و اگر پیش بیاد و اینا آره رابطه جنسی دارم با آدم های متفاوتی هم تو ولی منظور دقیقا از آزاد چیه نمیدونم اگر این داد که داد اینجوری دیگه. <applause> نوشته چرا انقدر شما و خانومتون نچسب و تلخین رفتم توی پروفایلش دیدم که منو فالو میکنه و همسرم هم بویو فالو میکنه نفهمیدم چرا یعنی به تو نفهمیدم چرا من رو فالو میکنه یعنی اگه من نچسبم شب نمم نچسبه چرا ما رو فالو میکنه احتمالا خیلی هم ما رو دنبال نمیکنه چه حتی نمیدونه که دیگه ما از هم جدا شدیم ولی این یه موضوعی ها یعنی یه آدمی که به نظر تلخ و نچسبه با فالوش میکنه. مثلا فالوش میکنی کرم داری آسیب ببینی اذیت شی مثلا هر دفعه میبینمش هرس میخورم از سکته فلا فلا شد. ولی میبینم دیگه نمیدونم چرا نوشا جان خدا شفاعت بده آقا یکی از بچه نوشته پیکاسو با پنج میلیارد میشه استانبول خونه خرید یا رحم کرد آه. با پنج میلیارد شاید یه خونه خیلی کوچیک در یک محله نچندان مثلا حالا خیلی خوب در یک منطقه متوسط یا متوسط رو به پایین هنوز ممکنه بشه خرید ولی خیلی خونه خوبی نخواهد بود رهن اینجا در ترکیه من هیچ جایی ندیدم کسی خونه رهن بده عادت به رهن ندارن اجاره میتونید بکنید که اجاره ها میگم پول پیش کمی داره از, از, از ایران هنوز اجاره ها کم داره اگرچه اینجا اجاره ها خیلی بالا رفته ولی هنوز از ایرانی مداری کمتره ولی با پنج میلیارد نمیشه خونه مثلا مناسبی خرید داشت چه بهتون میگم دیگه اینجا مگه در تهران میشه آه میگه از بچه نمیشه با اینکه من نمیشناسی ولی هر وقت میرم پاد جاد خیلی خالیه جای انرژی اونجا خالیه وقتی اینو خوندم خیلی قصه خوردم یاد پاد افتادم و داشتم چند وقت فکر میکردم که چقدر زندگیمون تو ایران شیرین بود چقدر باحال بود چقدر پاد خوب بود پاد چقدر بال بود لبینا چقدر بال بود بعد رابطه با مردم اون خونه قشنگمون چقدر خوب بود بچه باورتون میشه اون خونه رو فقط 13 میلیون تومن اجاره کرده بودیم در ما چقدر ساب آدم خوبی بود چقدر, چقدر, ما خوششانس بودیم واقعا خاک بر سر جمهوری اسلامی خاک بر سر خامنه آدماش <تصفح> چی بگم دیگه ولی خیلی 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 زندگی بانمک و باحالی داشتیم و خیلی هم دلم براش تنگ شد امروز اتفاقا یکی از بچه ها برام یه پستی و فرستاد پستی نفر فرستاد که که خونه قدیممون باشگاه شده قبلا هم دیده بودم یادم نبود یادم رفته بود رفتم حسابی توی صفحش بالا پایین کردم و یک عالمه از ویدیوهاشو لایک کردم اونجا تمرین میکنن و باحال خیلی خونه همون تقریبا همون فرمت هست فقط بالا و پایین همه رو باشگاه کردن یه باشگاه خصوصی نقلی و چقدرم با حال و خوش انرژی بود و کلی حال کردم خیلی حال کردم خیلی هم دارم تنگ شد راست شو بتون بگم همین امروز تا هم فکر که چقدر زندگیمون تو ایران با حال و با نمک بود دیگه کارش میشه کرد این شکلیه آقا دنیا اینجوریه امروز اینجوری فردا اینجوری راست اینجوری این, این, این مدلیه دیگه کارش کرد یکی از میتونی بگی چند سانته <applause> میتونم ولی نمیگم نمیدونم مثلا ببین خیلی قدیم من یه 45 ساله هم الان آدم ها 45 ساله از این کارا نمیکنن که مثلا قدیم بچه ها مثلا تو سنین نوجوانی جوانی مثلا آدم ها سانت میارن بذارن مثلا اون جاشون اندازه گیر کنن ولی یه جوریه دیگه الان <applause> به نظرتون بازم عاشق میشین این هم دیگه جواب دادم دیگه تقریبا دیگه اور معلومه یعنی به نظر احتمالش که خیلی زیاده چرا که نه آدم اینجوریه دیگه چرا که نه یعنی آدم زنده همیشه قابلیت عاشق شدن داره همیشه حالا بشم احتمالا هم ممکنه بشم و کی بشم نمیدونم ولی چرا که نه چرا که نه در حال با خانومی آشنا شدین که تنها نباشین دیگه الان تنها نیستم تنها نیست. تنها یعنی با خانومی که یک رابطه مثلا مدام سول با یک نفری دوست دختر ثابت داشته باشم هنوز نه ولی میگم با آدم های خیلی جذابی آشنا شدم که ممکنم از مثلا اتفاق بیفته ولی حالا فعلا کلا اینجوری به تو میگم با, آد... مثلاً با آدم های آشنا شدم که فکر میکنم که میتونم یه رابطه رو باشون شروع بکنم ولی خودم فکر میکنم که کلا شروع رابطه نزیدن زوده برام منتظرم اون دوران رو رد کنم بعد بعد شاید که از بچه ها که چرا در تیک تاک فعالیت نمیکنین کنین بح... نمی مثلا فعالیتی که من مثلا در شبکه اجتماعی میکنم در تیک تاک خیلی تیک تاک خیلی هیجانی و مثلا یه مدلیه که مثلا من خیلی پستا اون شکلی نیست معمولا ولی حالا شاید تیک تاک هم بیا بیشتر نمیدونم من الان بیشتر دارم یا به فاز یوتیوب تا برم به سمت تیک تاک ولی حالا ولو... you never know الان شرایط خونه خریدن در ترکیه چجوریه؟ هنوز مثل سابقه ولی تا یک ماه و نیم دیگه قیمت میرسه به 600 هزار دلار یعنی شما اگر بخواید شهروند بشید برای گرفتن پاسپورت کشور ترکیه باید خونه ای که میخواین حداقل 600 هزار دلار باشه شرایط سخت تر میشه در حقیقت کلا دادن اقامت رو هم خیلی سخت کردن تمدید میکنن گویا ولی اقامت های جدید رو خیلی سخت میگیرن دیگه خیلی سخت میگیرن. چرا من و ما همه غمگینیم چرا نباشیم هر چقدرم که خوشحال باشیم هر چقدرم که در زندگی امکانات داشته باشیم ما ایرانیم و حال ایران خوب نیست وقتی حال ایران خوب نیست چجوری غمگین نباشیم وقتی به محصا فکر میکنیم چجوری غمگین نباشیم وقتی به آرمیتا فکر میکنیم چجوری غمگین نباشیم بالاخره اینجوریه دیگه فعلا این شکلیه تا یه روزی ایران آزاد بشه اون موقع فکر کنم دیگه همش خوشحال باشیم خیلی بیشتر خوشحال باشیم حداقل انقدر غمگین نباشیم میگه حالا بوشهر اومدی؟ آره یه بار اومدم بوشهر اومدم خیلی هم زیاد نموندم چیز زیادی هم ازش یادم نمیاد به غیر از اینکه بهار بود و چه هوایی داشت حاجی خیلی خوشگل بود خیلی سرسبز بود تو اون فصلی که ما اومدیم خیلی سبز بود خیلی ولی بهم گفتن که فقط یه مدت کوتاه اینجوریه بعد زود گرم میشه آره بوشهر اومدم کلا یه بار اومدم دوست بوشهری تا دلت بخواد دارم خون مشتی عاشق لهجهشونه بگی جق میزنی احتمالا بعد یه بودن رو روی نیگه آره معلومه همیشه میزدم از بچگی میزدم الانم میزنم شما نمیزنین همه میزنن همه میزنن کمان ارز کنم خدمتون که داستان مستربیشن و خودرزایی و جغ و این حرفا برای ما حداقل یه مقدار پیچیده است به خاطر اینکه خیلی مثلا تربیت مذهبی به ما میگه که نکنین گناه داره و بعدم هی میگن که نمیدونم موت میریزه چش ضعیف میشه نمیدونم کمرت خم میشه نمیدونم چی میشه چی میشه ولی راست بهتون میگم. در یک حد معقولش جزالا خیلی هم سلامته خیلی هم مفرحه باحاله و کمک میکنه که اندام جنسیتون رو بهتر بشناسین در سکس حتی پرفورمنس بهتری داشته باشین راحت تر به ارگزم برسین احسابتون رو آروم میکنه زیاد روی توش هم خوب نیست مثل همه چیزی دیگه مثل همه چیزهای خوب که زیاد روی توش خوب نیست و میتونه تبدیل به یه چیز نامناسب بکنه مصر هم همینه دیگه هیچ ترس و واهمه و عذاب وجدان و, و گناهی هم نداشته باشیم یعنی من که ندارم آیا جق میزنم آره حتی زمانی که پارتنر دارم آن چون ربطی اصلا به هم نداره و حالا مثلا در حد معقول دیگه زیادش هم خوب نیست میگه با بابای بیوجدانی که بعد از طلاق سالی یک بار هم نمیاد دیدن بچه چیکار کنیم کارش نمیشه کرد کارش نمیشه کرد او اون بابای بی وجدان، یا حالا اون آقا هر چیزی که هست بی وجدان اینا نمیدونن نمیدونم ولی اون بنده خدا داره بهترین روزهای عمرش رو از دست میده زیباترین لحظات زندگیش رو داره از دست میده اینکه نمیتونه بزرگ شدن بچه هاش رو ببینه چیزی که اصلا قابل جبران نیست هیچ وقت قابل جبران نیست شما خودتون کسایی که بچه دارن یادتون باشه که یادتون میاد که کوچکتری بچه چه شکلی بود و چقدر سریع همه چیز گذشت و هیچ وقت دیگه این زمان تکرار نمیشه دیگه من خدا داره از کیسه خودش میره دیگه میدونم که سخت قطعا ولی کارش نمیشه کرد چون تصمیم اونه حالا باید بری ببینی اون بنده خدا حالا چرا نمیتونه بیاد ممکنه اونم برای خودش دلایل قانع کننده یا حالا داشته باشه ممکنه مشکلاتی داشته باشه نمیدونم ولی هر چه که هست با دلیل قانع کننده بدون دلیل قانع کننده اون بنده خدا داره زیباترین لحظه های زندگیشو از دست میده دیگه بنده خدا باید نگران اون بود تا نگران خودش آدم یکی از بچه نوشته نیاز جنسی مون چجوری برطرف کنیم واقعا وقتی نمیتونیم با هر کسی تو رابطه بریم و وضعیت که ایران داره خود هم که میگن گناه و بد و برکت زندگی چون میبره شون میرم هم یعنی توضیح دادم دیگه آم. اینکه میگن گناه و فلان اینا رو که نمیدونم باید خودتون حل کنید به نظر من که نیست یعنی به نظر من هر هر چیزی باید منطقی باشه دیگه یعنی اگر یک, یک داستانی رو میگن که دین گفته اینجوری نیست و منطقی نیست من نیپذیرم شما شما رو نمیدونم به لحاظ اینکه قطعا خداوند غیر منطقی نیست و فرامین خدا رو آخوندا به ما گفتن از آخوندا میشنویم آخونده خودشون هم خیلی پدرسوخته توشون زیاد یعنی هم آدمای خیلی شارپی هم بعضا نیستن و در خیلی از موضوعات هم اصلا کاملا واپسگرا و عقب موندن به همین خاطر خیلی از موضوعات رو نمیدونن کی از کی چی شنیده چرا شنیده نمیتونه اگه واقعا خدا ما رو خلق کرده خدا ما رو این شکلی آفریده چطور ممکنه خدا ما رو آفریده باشه اینجوری و بعد خودش یک درک صحیحی از ما نداشته باشه امکان نداره امکان نداره حالا هر چی میخوام بگم بگم اینه که من باید میدونم گناه باشه و در رابطه با پیدا کردن پارتنر درست حسابی هم که خب اونو حق دارید یعنی آدم باید بگرده ولی ولی بگرده پیدا میشه اگه گارد نداشته باشه کسی در رابطه با ایجاد رابطه با یک نفر اگه فکر نکنه که وای نمیدونم نمیخوام وارد اون بشم چون بحثش خیلی طولانیه ولی حالا حداقل از خود رضایی حداقل از ویژن نداشته باشی و برکت رو چرا باید از زندگیتون ببره چرا چرا چه دلیلی میتونه داشته باشه چرا خونده میگن کامان بعدم اینکه اگر گارد نداشته باشین پارتنر خوبم پیدا میشه یعنی آدم این همه آدم خوب تو زندگی آدم میاد و میره نمیشه که آدم آدم خوب و مساعد نبینه که میشه فکر نکنم آدم بعد قطعا تو زندگی آدم اطراف آدم ممکنه بیاد اپروچ بکنه نزدیکت بشه ولی آدم خوبم میاد میگه وقتی احساس تنهایی میکنی این چی نجاتتون میده با چه کاری این حس رو برطرف میکنین؟ نادی وقتی احساس تنهایی میکنم تنهام دیگه تنها چیزی که شما رو میتونه از تنهایی نجات بده اینه که تنها نباشین تنهایی ولی چیز بدی نیست یعنی لزوما چیز بدی نیست من با تنهایی اوکی هم. احساس بدی ندارم وقتی تنها میدونم تنها فقط میپذیرمش دیگه نمی جنگم اگر قبول نخوام بکنم خب سخته ولی اونا تنهایی رو میپذیرم میدونم تنها و بعد کارهای میکنم که تنهایی میشه کرد خیلی از کارا رو نمیشه تو جمع انجام داد موزیک دلم میخواد و گوش میدم کتاب میخونم فیلم میبینم مطالعه میکنم ویدیو درست میکنم ورزش میکنم اینا کارهایی که به تنهایی به راحتی میشه انجام داد که ممکنه که در جمع به راحتی نشه انجام داد و کارهایی که در جمع میشه انجام داد و خیلی بال با و حال میدار و زمانی میکنم که با کسی هم و جمع در جمعم یا تنها نیستم ولی تنهایی لزوما بد نیست که بخوام خودم ازش نجات بدم بابا خیلی ها وقته آدم دلش میخواد اصلا تنها باشه اصلا نیاز داره که تنها باشه اینه که میفذیرم که تنها میدونم و بعد اون کارهایی میکنم که تنهایی کیف میده کارهایی میکنم که تنهایی خیلی براش اصلا راحت تره میدونی میگه پیکی چجوری انقدر قشنگ و شادی جوابت میتونه به من غمگین کمک کنه تو بعد از جدایی هم هنوز خیلی قشنگ و شادی اولا خیلی ممنونم ازت که انقدر من تعریف میکنی قشنگی رو میگم البته که من قشنگم ولی. <applause> ولی شادی که خب چرا نباشم چرا نباشم حق انتخاب دیگه وقت داره میره زمان داره میره من اینجا نشستم میتونم شاد باشم میتونم غمگین باشم غمم دارم مشکلم دارم ناراحتیم دارم ولی باز حق انتخاب دیگه میتونم به ناراحتیم فکر کنم یا بگم فک دت برو بابا برم اشغال کنم خوشحال باشم از لحظه حداقل لذت برم همین الان که اینجا نشستم یک آلمه مشکل وجود داره یک عالمه صورت حساب دارم که باید پرداخت بکنم که خیلی هم برام سخته یک عالمه کار نکرده دارم که سخته ولی در آن باید میتونم حالم بکنم خوشحال باشم نمیدونم اینو چجوری انتقال بدم به خدا همش برمیگرده به حال درونیت دیگه بابا رها کن حال کن هزار تا داستان قشنگ ممکنه وجود داشته باشه میفهمم اگر مشکلات خیلی بزرگ باشن بعد سخت میشه دیگه بعد همش درگیر فکرت ولی خیلی وقتا انقدر با مشکلات بزرگ احاتمون نکردن ولی ترجیحمون اینه که با مشکلاتمون سرگرم باشیم تا اینکه خوش باشیم من که من که میدونم زندگی کوتاه یک فرصت بسیار کوتاهی در اختیار دارم و تا میتونم سعی میکنم تلاش میکنم حال کنم این کاریه که دوست دارم بکنم چرا ترکی یاد نمیگیری؟ بس که خنگم به خدا نمیدونم چرا یاد نمیگیرم یعنی نمیدونم چرا دل نمیدم بشینم یاد بگیرم ولی یه اتفاقاتی افتاده یعنی کم کم یه اتفاقات خوبی داره میفته دارم میبینم که خیلی از چیزا رو همینجوری ناخداگاه میفهمم ناخداگاه دیگه یعنی دیگه نهایتا هیچ تلاشی هم نکنی هی به گوشت بخوره بالاخره میفهمی فکر کنم بالاخره یاد میگیرم ولی نمیدونم چرا دل نمیدم ببخشید شرمنده به خدا دوبه رفتین یا نرفتین رفتی هنوز نرفتم نشد نشد برای اینکه اون شرکتی که قرار بود باشون با برم یه مقداری همه های لازم رو نتونستم باشون بکنم و بعد هم که هول هولی میشه گذاشتم تو سال جدید برم تو سال جدید میرم قبلش هم حتما بهتون اعلام میکنم حتما میرم چرا اینقدر سیاسی شدین من مجبور شدم که آنفالوتون کنم مجبور شدی واقعا نمیدونم دیگه چرا سیاسی شدیم چون سیاسی هست همه چی ما ایرانی ها اینجوری الان شرایط کشور این شکلی شرایط کشورمون این شکلیه و اگر سیاسی نباشیم بیمسئولیتیم یک عالمه رفیق و دوست من میشناسم که سیاسی نیستن از نظر من آدم های بی به لحاظ اینکه از روی عافیت طلبی و ترسشون سیاسی نیستن و الا همه چیز ما رو سیاسی کردن دیگه چه جوری میشه سیاست کشور ما رو به فنا داده و ما اهمیتی ندیم اگر به کشور اون اهمیت میدیم سیاسی میشیم به لحاظ اینکه حکومتمون داره کشورمون رو داغون میکنه و خب هر آنچه که به حکومت مربوط میشه به سیاست مربوط میشه یعنی اگر شما سیاسی نیستین براتون بسیار متاسفم یک چیزی در شما مرده یک میزان از اهمیتی که باید برای کشورتون قائل باشید رو ندارید من دارم ببخشید اینکه مجبور شدی هم فلان بخونی هم دیگه دیگه چیکار کنم دیگه ولی که هنوز دنبال میکنی چون اینجا سوال نوشتی میگه هزینه متوسط زندگی در استانبول رو میتونین توضیح بدی ولی الان من فکر میکنم که مثلا برای یک زندگی متوسط در استانبول شما باید ماهی 1500 دلار داشته باشی برای یک زندگی متوسط نه رو به پایین و نه آنچنان رو به بالا یعنی 1500 دلار تقریبا همه چیزتون رو اینکلود بکنه دیگه اجاره خونه بدین و یه خورد و خوراک و یه گردشی داشته باشین حالا این 1500 دلار ممکنه بتونه دو نفر رو هم ساپورت بکنه شما و پارتنرتون یه کمی سخت میشه خانواده نه دیگه سخت میشه بعد دیگه بعد از لول متوسطی لول بریم پایین تقریبا این شکلی حق, حق ماست که واضح بدونیم چرا از شبنم جدا شدیم کاشکی ندا جان دنبال حقت بودی این شکلی قطعا حق شما نیست قطع و یقین حق شما نیست زندگی ماست حالا ما یه ذره از زندگیمونو به شما نشون دادیم دیگه بیا بشین بیا قشنگ سوار شو با هم بریم بگو دیگه بیا مثلا زین ببند و سوار ماشو مهنیزم ببند به چکمهاتو بزن دیگه بگو چون روزی پنج تا استوری از زندگیت میذاری حقمونو که بدونیم که چرا شده شدیم همه نمیگم شما رو میگم پرسایسی شما رو میگم ندا آیا این مدت مدیتیشن نمی چجوری مواظب به ذهنتون نسین راستش بهتون میگم من کلا مدیتیشن نمیکنم من یه یه شاید در عمرم مدیتیشن کردم اونم تلاش برای مدیتیشن کردم اونم در لایو کوش علاق بود من کلا مدیتیت بلد نیستم تا حالا نکردم کونه نشین منم ندارم که جایی بشینم بگم مثلا، نمیدونم اصلا چه شکلیه اینا خیلی هم علاقه نشتم یاد بگیرم شاید اگه یک زمانی یاد بگیرم ببینم من چقدرم به حال بوده و چقدرم بد که نکردم تا الان ولی عجیب تا الان نکردم این یه, خانوم بسیار بسیار خوش صحبت و خوش صدایی هست اگر اشتباه نکنم انوشا یا نوشا یه چیزی شبیه به اینه که گهگودای رفقا صفحشو بر من فرستادن و گفتن که ایشون مثلا میتیک میکنه و در لایو و اینا میتیک میذاره و اینا و خیلی به پیشنهاد دادن که مثلا صفحش رو ببین و نگاه کنه اینا هنوز فازش رو نگرفتم ولی شاید رو زمانی بکنم الان چی حالتونو خوب میکنه؟ 100 میلیون دلار. اوکی پنج میلیون هم خوب میکنه با 20 میلیون اوکی سر هزار دلار باشه خوب نه <تصفح> ah, ah, okay. چی میگم چرا نرفتین یه کیس سیاسی و پناهندگی بدین برای اینکه بتونین به این اروپا داشت من نیازی ندارم برم این کار بکنم من سالهای خیلی سالی که شهروند آلمانم ولی دوست دارم تو رو کرد دیگه گفتم پس چرا برم پناهندشم اینجا اوکی با نگین عزیز پیکیتاک بذارین والا نگین دیگه نپذیرفت دیگه قرار بود که پیکی تاک بذاریم که اون داستان ها اون اتفاقات پیش افتاد و پیش اومد و دیگه نگین هم گفلش کن دیگه پیکی تاک نشد و دیگه نشد دیگه اگر قرار بود بشه که بعد اون موقع میشد دیگه که نشد میگه آیا این بار سینگل بودن مثل قبل از ازدواج بهتره بدتره رسوش الان حتی بهتره الان سینگل بودن خیلی بهتر از قبل از ازدواجه لحاظ اینکه یه تجربه ازدواج رو کاملا دارم ارجی هم نسبت بهش ندارم احساس نیازی برای ازدواج ندارم بچه دارم و یک عالم هم تجربه یعنی که نه این مجردی رو خیلی بیشتر از مجردی قبل از, از ازدواجم دوست دارم خیلی بیشتر باش حال میکنه. جمهوری اسلامی کی میره هر وقت مردم بندازنش بیرون و الله هیچ وقت سوالای من همش خصوصیه ولی نمیپرسم چون درست نیست دمتون گرم اینکه به خاطر بچه ها چهار تایی برین رستوران یا سفر یا جایی فکر میکنین آره آره همچون قراری هم داری مثلا حالا شاید زمانی انجام بدیم بیرونم رفتیم با هم تا حالا بچه ها بیرون رفتیم چهار نفری آره دوستانی که الان توی دوره همیتون دو دارین از ایران میشناسین یا اونجا با هم سعی میشدین چند تا ایشون رو از ایران میشناسم یعنی راوی رو که از ایران میشناسم با بقیهشون هم که اینجا سعیم میشدیم برای ارتباط مؤثر با آدم ها باید چی کار کرد یکی اینکه که بشنویدشون ببینیدشون لمسشون کنین لمس یعنی منظورم اینه که تاچ کنین باشون ارتباط برقرار کنین دیگه من همیشه این کار رو میکنم من معمولا وقتی با یک نفر صحبت میکنم تلاش میکنم که چشماش نگاه کنم حتما باش دست میدم حتما لمسش میکنم و میشنوم تلاش میکنم که بشنوم وقتی اهمیت بدین به آدم ها به نظرم میتونید یک ارتباط موثری باشون بگیرید وقتی انتوزیاستیک باشین وقتی شوق داشته باشین برای ارتباط با آدما به همون میزانم هم میتونید رابطه موثری باشون داشته باشین این تجربه ای که من داشتم شما از بد و تولد همینقدر خوشتیب بودی؟ آزر جان دمت گم <applause> اینقدر من حال میکنم ازم تعریف میکنم که نمیتونم پنهانش کنم حتی نرسی سلام بابا بودن حس خوبیه؟ بابا بی نظیره بی نظیره پدر بودن خیلی خفنه خوش بالونه که تجربهش کردن خیلی باله تا کی به نظرت مجردی میتونه خوش بگذره آیا وقتهایی نیست که آدم ترجیح بده مجرد نباشه به این بستگی داره دیگه این اگر اون اپیزود مجردی یا زندگی مجردی یا زندگی متحلی رو ببینین به نظرم خیلی از جوابتونم تو هست به نظرم با. آدم باید خودش بتونه حال کنه وقتی خودش میتونه حال بکنه حالا تو مجردی حال میکنه تو متحلی هم میتونه حال بکنه فکر خیلی لزومن اینا پارامترهای خوشحالی یا عدم خوشحالی باشه پارامترهای دیگری آدم رو خوشحالی یا عدم یا ناراحت میکنه ولی میفهمم که خیلی وقتا آدم احساس نیاز میکنه که با کسی باشه اینا حساییه که اگر ممکنه در آدم به وجود بیاد و آدم متعاقب به اون تصمیماتی میگیره دیگه میگه من سوالی ندارم فقط امیدوارم که همیشه از ته دلت بخندی دمکم آقا این هم دیگه رو به شما 19 پسش پاسخ و سوم و یه سری از دیگه هم بود که دیگه زیاد شد دیگه همینا رو پرسیدم تقریبا تقریبا اکثر سوالایی که تکرار شده بود رو پرسیدم سوالای خیلی تکراری هم که نپرسیدم و سوالای خیلی خصوصی هم که خب بچی بذارم اینم از این مرسی که وقت گذاشتین دیدین تا الان بوس به کلتون طبق معمول کلن همه ویدیوهای من گاد